شهر کوچک آمریکایی ها چند روزی است کاملا سوت و کور است. این اولین بار است که به دوربین خبرگزاری صدا و سیما در این 20 سال گذشته اجازه داده شده میاد داخل پایگاه نظامی بگرام به تهران که خب آمریکایی ها نیستند. اینجا پایگاه نظامی بگرام است، پایگاهی که تا همین چند روز قبل میزبان هزاران نظامی آمریکایی بود. اما آنچه امروز دیده می شود سوله ها و ساختمان های خالی است. همشون خالیه، رسای غذایی که اینجا جا مونده. در سرزمین معمولاً بیبرق افغانستان در این دو دهه اخیر آمریکایی ها این پایگاه را چنان چراغانی کرده بودند که از فاصله های دور نور پایگاه بگرام دیده می شد. اما چند شب قبل چراغ های این پایگاه به یک بارگی خاموش و در تاریکی شب هواپیمای غول پیکری از یکی از دو باند طولانی این پایگاه بلند می شود. اکنون در این پایگاه فقط این ژنرال ارتش افغانستان اجازه مصاحبه دارد. ژنرال کوهستانی می گوید دو ساعت پس از رفتن آخرین سرباز آمریکایی از این پایگاه و پس از هجوم برخی از مردم به این پایگاه متوجه شدند که آمریکایی ها حتی بدون اطلاع به دولت افغانستان رفتند. چطور متوجه شدید که رفتن آمریکا یا کاملا از پایگاه؟ ما کمربند امنیتی را در بیرون داشتیم، وقتی دیدیم که مردم دور تجمع کرده فهمیدیم که این مردم کدام علاقمندی دارن. بیشتر دادان دروازه ها در تاورا سر میکردن کی هست، آیا آمریکایی هست یا افغان ها هستن. به سری ترین بخش پایگاه میروم. اینجا مرکز فرماندهی آمریکایی‌ها در پایگاه بگرام بوده. در این 20 سال گذشته ارشدترین ژنرال‌های آمریکایی اینجا می‌نشستند و هر تصمیمی که درباره افغانستان می‌گرفتند اینجا بوده. در این طرف تلویزیون‌های بزرگی بوده که ظاهراً عملیات‌هایی که انجام می‌شد اینجا تماشا می‌کردند. حتی برای خود آمریکایی‌ها هم اونطوری که ما در واقع تا اینجا رسیدیم دیدیم مقررات خاصی برای ورود به این مرکز فرماندهی بوده. اون چه که از مرکز فرماندهی آمریکایی ها در این 20 سال گذشته در بک‌گراند باقی مونده چیزی جز تاریکی و همین میز و صندلی های خالی نیست. آمریکایی ها از ماه‌ها قبل تخریب تجهیزات پایگاه را آغاز کرده بودند. عجله آمریکایی ها را برای خروج از افغانستان می توان از این صحنه ها دید. کشوهایی که در واقع همه را خالی کردن مشخص میشه که با عجله خاصی اینجا را ترک کردند. آمریکایی ها چنان پاک سازی کردند که کسی تصور نمی کند روزی در یک زمان 100,000 نظامی آمریکایی در این پایگاه بوده است. در این دو دهه اخیر مسئولان ارشد دولت آمریکا از جمله رؤسای جمهور آمریکا همواره به پایگاه بگرام می آمدند. اینجا جایی است که همین چند سال قبل ترامپ شبانه و مخفیانه آمد با سربازان آمریکایی دیدار کرد و شبانه هم رفت. با اینکه پایگاه بگرام سیستم دفاعی خیلی قوی داشته که آمریکایی‌ها الان با خودشون بردن، اما در جای جای این پایگاه پناهگاه‌های اینچنینی درست کردن که اگر راکتی شلیک شد به اینجا بیان. اینجا جایی هست که در واقع آشیانه هواپیماهاشون هست که البته الان خالیه. تعدادی از نیروهای ارتش افغانستان در این پایگاه خالی مستقر شده است. آنها اجازه مصاحبه ندارن، اما میگویند آنچه که در این پایگاه باقی مانده است وسایل و تجهیزاتی است که به کار آمریکایی ها نمی آمده است. در بین تجهیزاتی که از آمریکایی ها در بگرام جا مونده چند تایی از این خودروهای زرهی هم هست که البته اینا رو داخلش هر اون چه بوده خالی کردن و فقط خود این خودروی زرهی هست که مونده. به قول این ژنرال افغانستانی آمریکا در این کشور به فکر منافع خود بود. این همسایه است که برای همسایه می ماند. ما با همسایه های خود با مردم شریف ایران روابط داریم، نه از امروز، امریکایی ها امروز آمدن، ولی ما در طول تاریخ ما تاریخ مشترک داریم، با زبان مشترک داریم، ما منافع مشترک داریم در اینجا. روزگاری شوروی سابق هم با شکست از این پایگاه خارج شده بود. آمریکایی ها هم به تجربه تلخ شوروی مبتلا شدند. آمریکایی ها در حالی پس از دو دهه با عجله از افغانستان رفتن که امروز این کشور بیش از هر زمانی در آتش جنگی که آمریکایی‌ها 20 سال قبل شعله‌ور کرده بودند می‌سوزد. در هر شبان روز این روزها
شهرستان های مختلفی بین دولت افغانستان و طالبان دست به دست می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه بگرام.